نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از استانبول همراه ما شدن. آقای بهرامی، صحبت‌های علی خامنه‌ای رو شنیدین که درباره نقد و انتقاد صحبت کرد. فکر می‌کنین که با وجود این رویکرد باید منتظر بگیر و ببندهای بیشتر باشیم یا فضای سیاسی هم قراره همینطور تنگ‌تر بشه؟ کاملا درسته. نشانه از بسته شدن فضای سیاسی، البته بسته تر شدن فضای سیاسی، چون فضای سیاسی و مطبوعاتی و رسانه‌ای ایران دهه هاست که کاملا استبدادی و بسته هست. اما خب این نشون میده که خامنه ای چه وحشتی از سرنگونی حکومت داره که حتی اون حداقل منفذهایی رو که در سالهای گذشته به نوعی مثلا در برخی از روزنامه ها ما شاهد بودیم، در برخی از محافل ما شاهد بودیم، اونها رو بسته. الان اتفاقا انتقاد از جمهوری اسلامی در هیچ تریبون رسمی به هر حال منتشر نمیشه. صدا و سیمای عریض و طویل تنها رسانه دیداری و شنیداری جمهوری اسلامی هست و درون کشور هست که عملا روابط عمومی حکومت و دستگاه امنیتی شده. ما اگر انتقادی هم میشنویم، این انتقاد از طرف مردم، از طرف حتی زندانیان سیاسی که از پشت میله‌های زندان علیه جمهوری اسلامی بیانیه صادر میکنن، انتقادی میکنن، هیچ تریبون و هیچ رسانه رسمی واقعیتشون انتقادهایی رو که بدنه جامعه از حکومت داره، که انتقادها که از انتقاد هم گذشته، یعنی کاملا عبور از جمهوری اسلامی، اونها رو پوشش نداده. و جالب اینجاست که خامنه ای نقش احزاب سیاسی و گروه های سیاسی رو کاملا یه معنی جدیدی براش ترسیم کرد. همونطور که در سالهای گذشته کلمه مستضعف رو به هر حال به تعبیری برای خودش مصادره کرده بود، اینکه حزب سیاسی، شخصیت سیاسی یا جریان‌های سیاسی بیان اوضاع جهان و منطقه رو تحلیل کنن و خطرات دشمن رو گوشزد کنن، این همون کاریه که دستگاه عریض و طویل خودش باید انجام بده و داره انجام هم میده. حزب سیاسی بخشی از جامعه مدنی و باید به قدرت انتقاد کنه، باید نقاط ضعف قدرت رو بگه. همه اینا به نظر من نشان از همون وحشتیه که خامنه ای از فروپاشی حکومتش در ماه‌های آینده داره و واقعا این وحشت دست از سر خامنه ای بر نمی‌داره. تا جایی که حرفای واقعا طنزآمیزی هم در همین سخنرانی از ایشون شنیدیم، اونجایی که مصاحبه های مردمی که در راهپیمایی حکومتی 22 بهمن شرکت کرده بودن براش خیلی مهم و برجسته شده بود که بله، مردم حرفای خوبی زدن، معلومه که از روی آگاهی اومدن. یک کودک دبستانی هم میدونه که این مصاحبه ها و این به هر حال شانتاج تبلیغاتی در جمهوری اسلامی و در صدا و سیما چه جوری و از چه فرایندی تولید میشه. اما خامنه ای مجبور هست که به همین حداقل ها هم چنگ بزنه که بگه اوضاع مرتبی هست و خطری در پیش نیست. آقای بهرامی، صدای اعتراض مردم ایران رو در ماه های گذشته جهان شنیده و همچنان هم این اعتراضات ادامه داره. از شما بشنویم راجع به اینکه اگر سخنرانی های علی خامنه ای رو توی ماه ها بذارین کنار همین پازل ها رو، فکر کنین که چه آینده ای برای ایران میشه پیش بینی کرد؟ جمهوری اسلامی یک حکومت ورشکسته است، یعنی به مرحله ورشکستگی رسیده و اون سیستم اداری و بوروکراتیک و به هر حال اون مدیریت کلان جمهوری اسلامی هم در یک سطح اندازه‌ای نیست که بتونه اوضاع رو برگردونه. واقعیتش ما این رو فقط به صورت یک شعار مطرح نمی‌کنیم که مردم در خیابان سر دادن. ما از روی دیتاها، آمارهای اقتصادی، ما می‌بینیم که در تابستان مردم به خاطر گرمای هوا برق ندارن و جمهوری اسلامی تنها راهش و تنها چارش اینه که به نیروهای طبیعت متوسل بشه که هوا خنک بشه. در زمستان با کمبود گاز مواجه هستیم و باز منتظر گرم شدن هواست. برای آلودگی شهرها دست به دعا میشه که باد بیاد و آلودگی رو از شهرها ببره. تمام این مسائل، بیکاری گسترده، نرخ ارز به این شکلی که هر روز در حال ورحال جهش هست، اینها همه نشان از یک حکومت ورشکسته ای میده که توان بازسازی و ترمیم اون گسل‌های عمیقی که در ساختار اقتصادی و سیاسیش ایجاد شده رو نداره. و به نظر من این رو ما در آینده نچندان دور نتایجش رو خواهیم دید. نجات بهرامی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.